בוקר טוב. בפשפזה פרשי ספר גאולה, ספר שמות, פרשי שמות נראים. ונרפישי אסלי, משה רבנו. משה רבנו, נאג'י ישראל, משיח ישראל, מחסן דר היום השובבים. גם מותור כדר יסיעת מצרים תונסט واسطه قرار بگیره که ما را نجات بده، مطمئنا در این ایام شواوی و این پاراشه های گولا نیز زخوت موشه ربنو رو به کمک میگیریم که به عنوان یک ملیسیوشر واسطه در شامعیم دست به دست خداوند با همکاریش گولا و نجات رو برای ما فراهم بکنه. همطور که میدونیم بنی اسرائیل هم از نظر جسمی در گالوت بودن، هم از نظر روحی، جوری که در پاسخ توضیح میده، ولی موشه ربنو حقیقت اصلش برای نجات اونها گئولای روحی بود که چطور از نظر نشما نجات پیدا بکنن. اما بنی اسرائیل اونها موقعی که از راحتی باخبر شدن که خدا شکر ضربات بر مصر میاد و زندگی راحت تر شده، هنوز راحتی گالوت جسم رو به گئولا و نجات روحی ترجیح دادن و دیدیم که نهایتا فقط 20% بیرون اومدن و 80% اونجا موندن و مردن. پس یعنی هر گئولایی هم که خداوند برای ما بیاره، ترجیحاً خداوند اول گئولا و نجات نشامامون رو در نظر میگیره، بعد گئولا و نجات جسممون رو، گوف رو. چون من و شما هم باشیم، یه نفر قراره از دریا یا از آب یا از سیل، طوفان نجات بدیم، سعی میکنیم خودش رو نجات بدیم، نه لباسش رو. نمیگیم این لباسش گرون قیمته، بذار بکشم لباسشو بیرون. اول سعی میکنیم جونشو نجات بدیم، بعد لباسشو. جسمم لباسی بیش نیست. پس خداوند تمام قصدش برای نجات ما همیشه نشامامونه، بعد جسممونه. پس این گئولا و نجاتی هم که ما داریم در موردش تفیلا میخونیم هر روز، به خاطر نجات روحیمونه. پس بعضی موقع ما به سوال، به تعجب میایم که چی شد این همه تفیلا خوندم؟ موضوعه که ما منتظر یک چک 10 بیلیون دلاری بودیم، در حالی که خداوند به فکر سلامتی روحی ما بود. خداوند میگه اول نشامات، اون سلامتی روحیت مطرحه، بعد جسمیت. پس موشه ربنو به عنوان اشکالی برای گالوت ما در مصر میاد در این پاراشا، پاراشای شمود، چی عنوان میکنه؟ میگه خداوندا تمام نیت پاکت درست، تمام زجر و سختی بنی اسرائیل درست، اما کود په اخود لاشون آنی. خداوندا من دهان، زبانم سنگینه. این دهان من که کلید گئولای نشامای منه، اینجا یه مقدار دنده‌اش هرس شده، خوب قفل رو باز نمی‌کنه. که بد په اخود لاشون آنی، یعنی کلید گئولای نشاما و روحی ما تو هر موقعیتی دهانمونه. پیور تاک، کلام پاک که انسان میتونه با کلام مثبتش، با کلام مقدسش چطور سختی ها، یسوریم، گزرات راوت رو از خودش دور بکنه. همونطور که در میشله میگه لاشان رکا تیشبور گارم، که زبان نرم
حتی استخوان رو میشکنه. پس یعنی اون پاکی و نرمی کلام ما، قدوسیت کلام ما میتونه گزرت رو حتی از شامعین برطرف بکنه، همطور که حقودش باروخ و گزر به صدیق موتر، که حتی خداوندم گزرا بکنه میتونه صدیق با کلامش با قدوسیت تفیلاش اون گزرت رو باطل بکنه. پس موقعی که ما برخایی یک صدیق میگیریم، در واقع داریم برخایی از کلام پاکش میگیریم که تا چه حد این کلامش میتونه سپری بشه برای گزرت و یا هر نوع سختی هایی که شخص در پیش داره. پس حتی موشه ربینو موقع خداوند اومده و موقعیت نجات رو برای عم اسرائیل میخواد فراهم بکنه، موشه ربینو میگه خداوند ها که ود په اخوت لاشون آنی، این اشکال این کلید هنوز خوب کار نمیکنه، هنوز قفل باز نشده. به همین دلیل تمام میسوایی که ما در پسخ داریم با دهان ماست. خوردن مسا، نخوردن حامس، خوردن قربان پسخ، گفتن هگادا، چهار پیالهی که می نوشیم، چهار بچهی که سوال می کنن، تماما هر میسوایی که ما شب پسخ داریم با دهان ماست که میخواد خداوند به ما یاد بده که حرف موشه ربینو درست بود. حتی خدا هم بخواد نجاتت بده اما کلامت همکاری نکنه، هنوز در انتظاری. کلاممون همکاری بکنه، همکاری خداوند رو نیز میتونیم به خودمون جلب بکنیم. تا این حد دهان قدرت داره، پاکی دهان، قدوسیت کلام. اما بارها گفتیم در گمارا میگه چی؟ وله و لوی بول در مسخت سوکا میگه شما موقعی که با یک تلمید حقامی وارد صحبت میشی، تو شعور، تو کنیسا، تو تفیلا نگاه نکن چه کلماتی استفاده میکنه. ببین تو حالت روزمره خارج از کنیسا، تو زندگی عادی چه کلماتی استفاده میکنه که دیوره حلیم، یعنی با گفتار معمولی تلمیده حخامیم اونها شناخته میشن، نه با دیوره توراشون، نه با سخنرانیاشون، نه با پیروشیم و یا حدوشیمشون. این که در حالت عادی کوچه و بازار منزل چنو محاوره و کانورسیشن و صحبتی و کلماتی رو انتخاب میکنن، آیا در هنگام خشونتشون با چه کلامی برخورد میکنن، منفی یا هنوز مثبت و پاک. بیاید بذار چه شعور امروز رو، پیور تاک 57 کلاسمون رو در طول این سال گذشته که شروع کردیم رو شروع بکنیم و از خداوند بخوایم که به خود این وقتی که برای این شعور را میگذاریم، خداوند نیز توجه بیشتری به تمام پرونده ما به خرج بده، ارفاق بیشتری، تخفیف بیشتری، لطف بیشتری، حس دمد که یه فرصت دیگه به ما بده که بتونیم شمیرت حلاشون داشته باشیم، نگهداری زبانمون مخصوصا در این ایام شفاویم که همگام با هر پاراشایی که پیش میریم و لحظه به لحظه به گولا و نجات نهایی نشامای قوم اسرائیل داریم نزدیک میشیم، همینطور ما هم بتونیم با کلاممون واقعا خودمون رو از بند یترهارامون آزاد بکنیم، از بند یسوریم و گزرود را و بذرت هشم که گولا شلما رو بتونیم هم برای خودمون و هم برای خانوادمون و جمعی کل دنیا بیاریم. شعور امروز رو خانم تیشبی تعمل کردن، هزکا بروخا 52 دلار. تو هر موقعیت دیگه برای کمک به کلاس تلویزیونی و تلفنی ما 52 دلار به torahelp.com www.torahelp.com میتونه یک سرمایه جاودانه باشه
که هر بار این شیورین در دنیا پخش میشه و شنیده میشه، حتی تا 100 سال دیگه هم هنوز اون همکاری شما و سپورت شما در تمام دنیا در حضور خداوند، نظر خداوند جاودانه است، که یکی از این حامیان برنامه ها و کلاس ها شما بودید که به خوبی برای همه من بتونه روسفیدی و زخود در برابر شمایم خداوند پدید بیاره. خانواده شریفیان 10 تا از کتابای حراف حافظ خیم شمیره تلاشان رو که تقسیم شده روز به روز در اختیار جماعت گذاشتن که هر کسی که میخواد برای سلامتی تام بیماران از جمله مرده‌های بن اولین میتونه این رو مجانا بیاد قبول بکنه و روز به روز میتونه درسای یک صفحه‌ای، فکر نکنم 6 الی 7 دقیقه بیشتر طول بکشه، درسای یک صفحه‌ای رو هر روز میتونه بر طبق کلندر تقویم چه عبری چه انگلیسی بخونه و درسای آموزنده رو یاد بگیره که هم بتونه به عزتشم با شمیرت حلاشانش اون قدوسیت کلامش نور شفا و درمان و رفاه شلما رو برای تمام بیماران و همچنین به عزتشم برای خودش و حتی گولا و نجات های شخصی، ازدواج فرزندان به خوبی، پرناسا، طول عمر، همه چی میتونه به عزتشم اون دریچه رو دروازه رحم خداوند و خودش باز بکنه. همونطور که میدونیم کلمه پرلل بعد حورو، کسی که برای دیگری تفیلا میخونه اول تفیلای خودش شنیده میشه. پس کسی که به ذرات هشم بتونه تقبل بکنه میتونه یا با کنیسیا با مهندی در تماس باشید یا خودتونم میتونید، فکر نکنم $10 بیشتر قیمتش باشه، میتونید خودتونم از هر جودایکا استور یا آمازون دات کام یا هر جا میتونید قبول بکنید، اردر بدید یا هر چی هر جای دنیا که هستید و زخوتش هم برای خودتون و خانوادتون و کل جمعی اسرائیل خواهد بود. سکر میسود همه تایید چش یه دونش اینجا خواهد بود در آفیس، میدونید تشریف بیارید و ببرید. بحث امروز ما پیور تاک، شمیرت حلاشون، قدوسیت کلام که چه حد گفتیم میتونه نه فقط گئولای شخصی پراتی، گئولا کلالی، نجات کلی جماعتی را حتی فراهم بکنه، میتونه حتی یه نفر تو خانواده این قدوسیت کلام رو حفظ بکنه، ولی تمام خانواده میتونن جماعت از زخوت این شمیرت حلاشان بهره ببرن. تا این حد زخوتش فراگیره، مانند عطری که تمام محبته رو اشباع میکنه، زخوتیست بالا. و رسیدیم که حراف حافظ خیم توضیح میدن که بالاخره نگهداری زبانم مانند نگهداری شبات قانون داره، و اگر راستشو بخواید، اگر در مورد شمیرت حلاشون مانند شمیرت شبات ما توجه اهمیت به خرج میدادیم، خیلی از مشکلات رو تا الان از سر راه خودمون رفع کرده بودیم. اگر واقعا همونطوری که هلاخوت شبات رو بالاخره کما بیش میخونیم و یاد میگیریم و بلدیم، اگر هلاخوت و جزئیات شمیرت حلاشان پاکی کلامم رو رعایت میکردیم یا مطلع میشدیم، چقدر بیشتر رفع گزرات برامون میشد و بسرات و ود و به عزتشم خبرهای خوب و شادی ها رو بیشتر شاهد خواهیم. میرسیم به کلل آلف که شروع کردیم، تبصره بخش هفتم که گفتیم نگاه کنیم
کسی که نارنجکی دستشه این نارنجک نباید تو دستش باشه، ولی خب نمیتونم بندازه خونه همسایه، چه خودش چه دیگری، هر دو ضرر میبینن. پس تا اونجایی که میتونه بعد یا اون از نارنجک دور بشه یا نارنجک باید از اون دور بشه، نمیتونن در کنار هم باشن. همینطور هم لاشون ها را، همینطور هم کلام ناپاک نمیتونه در جیب و فکر و قلب و احساس ما باشه، یا باید اونو از خودمون دور بکنیم یا باید خودمون از اون دور بکنیم، و نمیتونیم هم پاسش بدیم به دیگری خودمون راحت بکنیم، برای یه نفر تعریف بکنیم دیگه خیالمون راحت شد دیگه کاری نداشته باشیم. نارنجک پاس دادیم به خونه همسایه، اونا ضررشو میبینن. پس چه کار بکنیم؟ قبلا توضیح دادیم که حتی اگرم مجبورش میکنن، حتی اگرم خودش نمیخواد مجبورش میکنن، هنوز باید تا اونجایی که میتونه دنبال یک راه حلی باشه که خودشو از این نارنجک دور بکنه. حتی اگر گفتیم اگر خودشو عادت بده به سکوت و یا ممانعت یا خودداری از لاشنهارا یا از بدگویی، مردم اون رو امکان داره یه شخصی گوشگیر ساده یا دیوانه حتی تلقی بکنن، که حتی به پرناسا و به رزق و روزیش بزنسش لطمه بزنه، هنوز میگه این نارنجک رو از خودت دور کن. فکر نکن اگر نارنجکی در دست داری مردم بهتر قبولت میکنن، اگر حرفای کتره یا خبرهای دیگران رو به همه پخش میکنی یا دیگران رو دست میندازی، پشت سر مردم سخنچینی و غیبت و بدگویی میکنی، راز خانوادگی و یا شخصشون رو فاش میکنی، مردم اتفاقا به عنوان خبرنگار بهتر خواهان تو هستن، نه نارنجکه. حالا در مورد بخش هفتم حالا میگه اومیزه نخلده دکل شکن ایم نوگیه لورک به خوود به علما. و دیگه چه برسه اگر واقعا هیچ ضرری در انتظارش نیست، فقط چی؟ اگر سکوت بکنه و صحبت نکنه، مخصوصا در جمعی که همه دارن میگن و میخندن و صحبت میکنن، اگر این نخواد از کسی صحبت بکنه و عیب کسی رو فاش بکنه و یا لاشون و یا کلام ناپاکی نخواد به زبون بیاره، اون موقع است که احترامش در نظر مردم پایین میاد و فکر میکنن که این زده به سرش، چقدر دیپرسه، چقدر افسرده است، دو کلام هم دیدی صحبت نکرد و این همه مردم گفتن، حالا کی جدی گرفت، حالا مگه چیه، حالا برای ما ربای شدی الی آخر. میگه حتی اگر مورد تمسخر هم قرار بگیره، حتی اگر احترامش هم پایین بیاد، مردم با یک نظر منفی حتی بهش نگاه بکنن که انگار این دیگه خیلی دیگه بابا، هنوز میگه نارنجک رو سعی کن نه خودت نگهداری نه به دیگری پاس بدی. لاشون هارا اون لفظ ناپاک رو نه خودت بگو نه برای دیگری تعریف کن، نه بخواب بشنو نه بخواب بگو، تا اونجایی که میتونیم هم خودتو از اون دور کن هم اون رو از خودت دور کن. چطور اگر به ما اطلاع بدن که آقا یک جا بمب گذاشتن، ما سعی میکنیم به اونجا نزدیک نشیم یا احتمال بمب هست،
سعی میکنیم نزدیک نشیم. همینطور هم موقعی که میدونیم احتمال لاشون ها را هست یا کلام ناپاک، نباید نزدیک بشیم، چه به افراد چه به مجالس که میدونیم احتمال لاشون ها را هست، انفجار هست. حتی با این که میبینیم از نظر فیزیکلی، از نظر گوف، از نظر بدنی خودمون رو در یک محدودیتی قرار میدیم که راحتیمون رو داریم از دست میدیم، ولی هنوز داریم نشامامون رو نجات میدیم، گئولا رو داریم برای نشامامون پدید میاریم. بارها بوده بچه ها سر به گریه که نمیخوان این دوای تلخ رو بخورن. پدر مادر چی میگن به بچه؟ بخور، برای سلامتیت خوبه. بعد خوب میشی دیگه سلفه نمیکنه، دیگه تب نداری، دیگه میری بازی میری. حتی با اینکه الان ناراحتت میکنه از نظر بدنی، ولی چون برای سلامتیت خوبه بخور. چطور موقعی که به دارو و درمان میرسه سختی رو قبول میکنیم که سلامتی رو باید در پیش داریم، موقعی که به سلامتی روحی و نشاما میرسه دیگه چقدر بیشتر باید رو خودمون کار میکنیم که حتی شده محدودیت ها و یا اون دیس ادوانتج ها رو بر خودمون قبول بکنیم که مبادا نشامامون رو در خطر یا در گالوت بندازیم. شما هیچ تبلیغی رو، چه اونایی که ارزون قیمته چه اونایی که گرون قیمته، هیچ تبلیغی رو، کمرشالی رو نمیبینی شما آگهی رو، چه روی بیلبورد، چه روی مجلات، چه توی تلفن، تلویزیون، رادیو، شما هیچ آگهی رو نمیبینیم که با غم و اندو و عشق بخوان چیزی رو به آدم بفروشن. همیشه طرف یا داره میخنده یا خوشحاله یا توی راحتی رو مبلم داده یا زیر حموم داره استراحت میکنه یا داره شنا میکنه، فعالیت میکنه. همیشه دارن جنبه روشن و خوب این موضوع رو به ما نشون میدن، نه پوینت منفیشو. اگر نه آدم چیزی رو نمیفروشه اگر بخواد دیگری رو با آگهیش ناراحت بکنه. حتی اون هم که داره دوای تلخی رو میخوره، موقعی که میخوان در مورد این تلخی، در مورد این دوا تبلیغ بکنن، اصلا ابدا که در مورد تلخیش صحبت بکنن، فقط نشون میدن که طرف چقدر آروم این دوا رو قورت میده و یک بار چشماش باز میشه مثل این که تا الان خوابیده بوده. یه باره تغییری رو، شگفتی رو از این ور با اون 180 درجه نشون میدن، ولی نمیگن که آقای دوای تلخ بود که، چون نمیخوام مشتریشون رو از دست بدن. و تمام انحرافات و تمام گمراهی ها و تمام گناهانی که شخص انجام میده اول از روی کیف و لذت و عیش و نوش انجام میده، بعد از روی عادت انجام میده. اول آدم میلش میکشه، دهنش شیرین میشه، بعد میبینه دیگه معتادش، عادت کرد، دیگه نمیتونه، اگر نکنه برای سخته. و میدونم که واقعا لذتی نمیبره، فقط داره عادتش رو تسکین میده. همینطور هم میگه در مورد لاشون ها را، شخص باید قبول بکنه که لاشون ها را فقط یک صحبت معمولی و دوستانه نیست، یک صحبت زهرآلوده، یک نارنجکه که هم برای خودش احتمال خطر داره و هم برای دیگران. اون کلام پاک، اون حالت قدوسیت کلام و گفتاری که داره، که به دور از هر نوع نفرین، ناسزا، فحاشی، تهمت و یا غیبت و سخنچینی باشه، این داره در واقع پاکی کلامشو، خوشبوی کلامشو به اطراف پخش میکنه. کسی که با یک
کلام پاک به یک محیطی وارد میشه، داره اون محیط رو پاک میکنه، منزه میکنه، زد و فونی میکنه. ولی متاسفانه موقعی که با یک کلام ناپاک وارد میشه، داره اون محیط رو مسموم میکنه و خود ما متوجه نیستیم. الانه که امروز مردم یک ذره بیشتر مواظبن. چرا؟ چون این آقای کرونا به حالت خیلی نامرئی از این نفر به اون نفر سرایت میکنه. طرف میگه پس من بغل فلانی نشسته بودم، نکنه از اون گرفتم. و تازه دو سه روز بعد زنگ میزنم میگن میبخشید ما که دو سه روز پیش با هم بودیم، من الان تب کردم، علائم دارم، سیمتوم دارم، مواظب باشید. از دو سه روز پیش بله، این ویروس نامرئی کرونا میتونه از یه نفر به یه نفر دیگه بدون این که در اون موقع متوجه بشه منتقل بشه. همینطورم ناپاکی کلام، خودش متوجه نیست ولی داره از این شخص به شخص دیگه منتقل میشه بدون این که متوجه بشه. بعد میفهمه که چه خسارتی به بار آورد، چه ضرری. پس میگه در واقع شمیرت هلاشون به انسان یک بینش میده. اونهایی که مواظب دهانشونن، قبلا اینو گفتیم، اونهایی که مواظب کلامشون هستن با کم صحبتیشون دارن به عقلشون اضافه میکنن، ولی اونهایی که یاوگو هستن، پرحرف هستن، زیادگو هستن، دارن با زیاد روی تو حرف زدنشون از عقلشون کم میکنن. حالا ما کدوم ها بیشتر میخواییم، عقلمون یا کلاممون؟ براو. به حدی که در گمارا میگه کلام ارزشش از سکوت کمتره. اگر کلام یک سکه ارزش داشته باشه، سکوت دو سکه ارزش داره، چون داره انسان مقاومت بیشتری رو، کنترل بیشتری رو به خرج میده برای سکوت. و به حدی که در پرکه آوود میگه سیاق لخخما شتیکا، یعنی پشوانه عقل سکوته. برعکس تصور مردم که هر چقدر طرف کمتر صحبت بکنه فکر میکنن حالیش نیست، اتفاقا چون حالیشه داره کمتر صحبت میکنه. پس دنبال تصویب و یا اپرووال و یا ولیدیشن دیگران نباشیم که ما را تصویب بکنن، ما را قبول داشته باشن. نه آقا، همین که خدا منو قبول داره با شمیره تلاشان، با نگهداری کلامم برام کافیه. چرا هی باید هم حرفی، پر حرفی، زیاده حرفی بکنم که مردمم بگن او اینم کسیه، بخوام ابراز و وجود بکنم؟ پس میبینیم بی دلیل مش ربن نایمد که ود په اخواد لاشان، ای به دهانش رو به خداوند فاش بکنه که خداوند منی که این کلامم سنگینه، دهانم سنگینه، چطور میتونم وسیله نجات برای یک جماعتی قرار بگیرم؟ پس اگر برای دیگران نمیتونه، آیا برای خودش میتونه؟ پس یعنی اگر میخوای وسیله نجات برای خودت و دیگران قرار بگیری، سعی کن په و لاشان، کلام و دهانت رو، زبانت رو مواظب باشی. با این اصطلاح و عبارت خاتمه میدیم. اونایی که میخوان بنویسن با خودکار مشکی،
ورقه سفید اونایی که میخوام بنویسم که در واقع کنترل زبان همان کنترل روان. اگر میخوایم روان یعنی نشامامون رو روح و روانمون رو کنترل بکنیم، از کنترل زبانمون شروع بکنیم. کسی که بتونه کنترل زبان داشته باشه کنترل روان داره، یعنی نفسش رو کنترل میکنه، و کسی که بتونه کنترل روان داشته باشه کنترل زمان داره، میتونه حتی زمان رو برگزه رو بر احکام زمانه حتی چیره بشه. پس اینها با ترتیب شروع میشه: کنترل زبان، کنترل روان، و در نهایت کنترل زمان. بارو هاشم لولام همه مامن هاشم کمک کنه که به زدچه میتونه به اون درجه برسیم. از داغ و بارو.